دستگاه قضایی ایران در برابر طوفانی که ابعادی جهانی یافت عقب نشست. پرونده سه جوان محکوم به اعدام فعلا متوقف شده. در 60 دقیقه امشب میپرسیم آیا حرکت‌های مدنی از این دست میتواند حکومت را بیشتر عقب براند؟ در این زمینه با گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران حرف میزنیم و از مسیح علی نژاد میپرسیم که در مورد سایر زندانیان چه امیدی به اجرای عدالت میرود. در ادامه برنامه امشب، دولت جدید عراق به دنبال روابط متوازن با همسایگان. کاظمی در آستانه سفر به عربستان میزبان ظریف شد. از هشتگ اعدام نکنید تا به طالبان باج ندهید، همصدایی ایرانی ها و افغان ها برای فریاد کردن دردهای مشترک. از همون پرسید که میخواین چی کارشید، منم همونجا گفتم من میخوام خلبان بشم توی آینده. و حکایت یک پناهجوی افغان که رؤیای خلبانی داشت، زمینی وارد آلمان شد، حالا پرواز میکنه. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. بعد از یک حرکت مدنی طوفانی علیه حکم اعدام سه جوان معترض در ایران، فعلا اجرای آن احکام متوقف شده. پرونده آنها برای تجدید نظر به دیوان عالی رفته. مخالفت با اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از فضای مجازی شروع شد و ابعادی جهانی یافت، تا جایی که رئیس جمهوری آمریکا هم در پیامی به زبان فارسی خواهان توقف اعدام آنها شد، همراهی با عده بیشماری که در ابعادی بین المللی نزدیک به 10 میلیون بار این هشتگ را بازنشر کردند. اعدام نکنید. آیا فعالیت مدنی از این دست میتواند حکومت را بیشتر به عقب براند؟ برای زندانیان دیگری که به دلیل اعتراض یا عقیده سیاسی و مذهبی در زندان هستند چه میشود کرد؟ اول میریم سراغ پرهام قبادی. ایران زیر بار فشار اقتصادی ناشی از کرونا، تحریم و فساد. وضع بد اقتصادی که تنها طی 2 سال 2 دوره اعتراضات سراسری رو رقم زده، دی ماه 96 و آبان 98. اما در این میان وضعیت حقوق بشر و زندانیان سیاسی چه تغییری کرده؟ زندانیانی که بعضیشون در اعتراضات اخیر دستگیر شدن. امروز اجرای حکم اعدام 3 متهم اعتراضات آبان ماه متوقف شد. تایید حکم اعدام اونها اتفاقی بی سابقه رو در شبکه‌های اجتماعی رقم زد. همصدایی اقشار مختلف با خواستی واحد، اعدام نکنید. هشتگ اعدام نکنید برای خودداری از اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی میلیون ها بار تکرار شد. این خبر رو بابک پاکنیا، یکی از وکلای پرونده، در توییتر خودش اعلام کرد. اینطور گفت: درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شده. این یعنی فعلا حکم اعدام اجرا نمیشه. حکم اعدام این 3 نفر 3 شنبه تایید شده بود. همون روز 2 زندانی کرد اینجا در زندان ارومیه اعدام شدند، دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله. عفو بین‌الملل روند قضایی منجر به اعدام این 2 نفر رو به شدت ناعادلانه خونده و گفته بوده این حکم بر اساس اعترافاتی که تحت شکنجه و بدرفتاری گرفته شده بوده صادر شده. گرفتن اعترافات اجباری و تلویزیونی در ایران کماکان ادامه داره. تازه ترین موردی که حکومت ایران متهم به گرفتن اعتراف اجباریه، مصاحبه با روح الله زمه، مؤسس کانال تلگرامی آمد نیوز. علی رضوانی مجری صدا و سیما تلاش کرد بگه آقای زم تحت فشار نیست و خواسته بیرون از محیط زندان مصاحبه انجام بشه. اما آقای زم در بخشی از مصاحبه اشاره میکنه که در چند ماه گذشته در همون مکان بازداشت بوده. بخشی از اون رو ببینیم. 3 ماه اولم خب خیلی 98 کیلو بودم، اومدم اینجا تو همین جایی که داریم صحبت میکنیم الان تقریبا شدم 108 کیلو، رفتم بیرون چاق شدم. ظاهرا این تلاشی برای تغییر ظاهری اعترافات تلویزیونی بعد از رسوایی پخش اعترافات اجباری پرونده ترور دانشمندان هسته‌ایه. مورد دیگه از تلاش برای تغییر ظاهری اعترافات موقعی بود که علی یونسی و امیر حسین مرادی، 2 دانشجوی بازداشت شده دانشگاه صنعتی شریف تهران، در جلسه‌ای در دانشگاه با حضور سرپرست دادسرای امنیت، بازپرس پرونده و کارشناس پرونده شرکت کردند. اونها فیلم‌هایی رو نشون دادن و از متهمان سوال‌هایی کردند. گفته شد جلسه به نوعی بازجویی و اعترافگیری اجباری در ملأ عام شبیه بوده. صدور احکام سنگین برای اتهامات سیاسی هم انتقادهای زیادی رو در پی داشته. امروز هم 3 شهروند کرد به احکام حبس از 3.5 سال تا 6 سال و 7 ماه محکوم شدند.
سازمان حقوق بشری هنگاف گفته دادگاه انقلاب شهرستان سقز آرمان حسینزاده، میلاد حسینی و بهمن رحیمی را به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق آتش زدن بنر قاسم سلیمانی و عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام محکوم کرده. در این پرونده یک نوجوان 17 ساله به نام سینا عبداللهی هم بازداشت شده، اما از وضعیت او گزارش دقیقی منتشر نشده. طی روزهای اخیر خانواده دو زندانی سیاسی از ابتلای اونها به کرونا خبر دادن. نرگس محمدی گفته خودش و 11 نفر دیگر از زندانی ها علائم ابتلا دارن، اما به گفته او قوه قضاییه اجازه نمیده نتیجه آزمایش کرونا اونها اعلام بشه. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر در یک فایل صوتی از انتقال همسرش به بخش اورژانس ویژه بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان طالقانی تهران خبر داده و اعلام کرده که همسرش در روزهای اخیر چندین بار به دلیل مشکلات قلبی بیهوش شده. جدای احکام سنگین برای فعالان مدنی و سیاسی داخل کشور، خانواده خبرنگاران و فعالان خارج از کشور هم از اذیت و آزار و زندان در امان نیستند. آخرین مورد اون حکم 8 سال زندان برای علیرضا علی‌نژاد، برادر مسیح علی‌نژاد، فعال و روزنامه‌نگاره. خانم علی‌نژاد میگه که برادرش بیگناهه و فقط به خاطر فعالیت‌های او مجازات میشه. در مجموع قوه قضاییه ایران متهم به نقض حقوق بشر در موارد متعدده، از جمله صدور احکام اعدام، زندانی کردن افراد به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مدنی، اخذ و پخش اعترافات اجباری، حبس انفرادی طولانی مدت، اعمال محدودیت در انتخاب وکیل برای دفاع از متهم و اعمال فشار بر خبرنگاران و فعالان سیاسی داخل و خارج از کشور و خانواده اونهاست. ممنونم از پرهام قبادی. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران از بتفورد بریتانیا با ما هستند. آقای رحمان، کمتر از یک هفته قبل دو زندانی کرد در گزارش هم اشاره شد در ارومیه اعدام شدند. حالا اجرای اعدام یا حکم اعدام 3 نفر متوقف شده. چقدر توقف اجرای حکم بعد از فعالیت‌هایی که شد باعث دلگرمی شماست؟ Yes, well, I welcome the reports today that the three. من استقبال می‌کنم از گزارش‌هایی که امروز شنیدم. که این سه تن احکام اعدامشون لغو شده، فکر می‌کنم که تصمیم درستی بوده. باید یک دادگاه منصفانه براشون برگزار بشه بر اساس حقوق بین‌الملل و موازین حقوق بشر، از جمله که بتونن وکلای خودشون رو انتخاب بکنن و بتونن دفاع خوبی رو در دادگاه ارائه بدن. همونجور که شما میدونید، چند روز پیش من و چند نفر دیگر از کارشناسان سازمان ملل محکوم کردیم صدور حکم اعدام رو برای این 3 نفر که گفتم، به خاطر اینکه مشارکت کرده بودند در اعتراضات سال گذشته. بنابراین میتونم بگم خبری که امروز شنیدیم در مورد اینکه دادگاهشون دوباره برگزار بشه خبر بسیار خوبی هستش و تصمیم درستی هست که گرفته شد. از نظر شما فشارهای بین المللی و فعالیتهایی که در فضای مجازی انجام شد چقدر مؤثر بوده در توقف اجرای حکم اعدام؟ من فکر میکنم که تأثیر بسیار چشمگیری رو داشته بر روی تصمیم دیوان عالی کشور که یک دادگاهی رو دوباره براشون برگزار بکنه، و بله، این نتیجه فشارهای بین‌المللی بود. من فکر میکنم تصمیم درستی بود که گرفته شد، برای اینکه نگرانی‌های بسیار جدی وجود داشت، نگرانی‌های برخواسته از نحوه برگزاری دادگاه اونها در وهله اول و نواقص پایه‌ای که وجود داشت در محاکمه این افراد. فقط چند نمونهش رو من بخوام براتون بگم، نگرانی‌هایی رو که میخوام براتون بگم درباره حکمی که برای اینها ابتدا صادر شد به لحاظ حقوقی و مسائل دیگه. مثلا بحث اعتراف اجباری رو ما داشتیم که از طریق شایبه شکنجه کردن اینها به وجود اومده بود، اینکه اینها نتونستن وکلای خودشون رو انتخاب بکنن. نگرانی بسیار جدی داشتیم از اینکه کل محاکمه اینا اصلا چجوری برگزار شد. برای همین جامعه بین الملل فکر میکنم که این فشار رو آوردند و دیوان عالی حکومت ایران هم نهایت
این رو فهمید که محاکمه اونها در وهله اول دارای نواقص زیادی بود. بنابراین گزینه دیگه ای نداشتن جز اینکه قبول کنن دادگاه مجددی رو برایشون برگزار کنن. دو دانشجوی دیگه هم الان در زندان هستند. در گزارش اشاره شد نوعی از اعتراف اجباری در حق اونها اعمال شده. سازمان ملل متحد یا نهادهای مدافع حقوق بشر در سطح بین المللی برای افرادی که الان در ایران هستند چه کاری میتونن بکنند؟ بله، ببینید اعترافات اجباری، اعترافاتی که از طریق شکنجه گرفته میشه اصلا در محکمه قابل طرح نیستن، ناقض موازین بین المللی هستند و ناقض قوانینی هستند که ایران هم اون رو پذیرفته، بنابراین خلاف قوانین خود ایران هم هستند. بنابراین هیچ محکومیتی نمیتونه علیه این افراد صادر بشه وقتی بخواد از طریق اعترافات اجباری باشه. بنابراین ما به فشارهای خودمون بر ایران ادامه خواهیم داد و مکررن ایران رو بهش یادآور خواهیم شد که وظایفش در حوزه حقوق بشر چی هست و بهش یادآور خواهیم شد که این گونه محکومیت ها قابل قبول نیستن. ممکنه که این فشارهایی که بر ایران وارد اومد و به نظر میاد که تأثیر داشت به جایی برسه که مثلا شما بتونید به ایران سفر بکنید و وضعیت حقوق بشر رو از نزدیک در اونجا بررسی بکنید. بله، من فکر میکنم که جامعه بین الملل و همچنین خود من داریم به شدت کار میکنیم تا جمهوری اسلامی ایران رو بهش یادآور بشیم که این بخشی از ماموریت من هست، بخش مهمی از ماموریت من هست که من اجازه داشته باشم به داخل ایران برم تا بتونم شخصا نظارت بکنم تمام موارد نقض حقوق بشر که اتفاق میفته. بنابراین من خوشبین هستم و امیدوار هستم که جمهوری اسلامی ایران گردن بذاره به قطعنامه های شورای امنیت و اجازه بده که من به ایران سفر کنم. ممنونم از جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران از بریتانیا با ما. اما مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی هم از نیویورک با ما هستند. خانم علی نژاد، اگرچه که خب حکم اجرای حکم اعدام این سه جوان متوقف شده، ولی افراد زیادی هستند که در زندان هستند، تحت فشارن. یکی از این افراد برادر شما، نزدیک به یک ساله که برادر شما در بازداشت اصطلاحاً موقت. خبر تازه ای از ایشون دارید؟ خبر تازه در مورد برادر من، وضعیت برادر من همون اندازه تلخ و دردناکه که در مورد وضعیت بقیه زندانی ها میشنویم که دردناکتر هم هست. 8 سال حکم فقط به خاطر فعالیت های من بهش دادن و بدون وکیل یواشکی هم بردن دادگاهیش کردن، یعنی حاضر نشدن که وکلای پرونده کنار برادرم باشن. آرش که خسروی و سعید دهقان، دو وکیل دادگستری، مقاله نوشتن، گفتن که هیچ دورنمای مثبتی برای عدالتخانه جمهوری اسلامی متصور نیست. شما امیدی دارید که در مورد ایشان، در مورد برادرتون به شکلی بشه عدالت رو اجرا کرد؟ سؤال خیلی خوبی پرسیدین. من فکر میکنم تا زمانی که جمهوری اسلامی هست هیچ امیدی نسبت به بهبود وضعیت هیچ کسی وجود نخواهد داشت. ولی مایلم از این فرصت استفاده بکنم. به هر حال من مدت طولانیه که به بی بی سی دعوت نشدم، حالا برای اولین بار اومدم به خاطر اینکه یه تحلیلی دارم و معتقدم که جمهوری اسلامی فقط به یک دلیل داره سرکوب میکنه، به خاطر اینکه اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنه. به این دلیل وقتی میبینه که هنوز هم هر کاری که داعش میکنه جمهوری اسلامی میکنه، ولی کسانی رو داره که به عنوان بازوهای حمایتیش در خارج کشور، در رسانه‌های خارج کشور حمایت می‌کنن، عادی سازی می‌کنن ظلم رو. ببینید وقتی که حکم اعدام معترضان آبان صادر شد،
بیانیه‌هایی که در رسانه‌های خارج کشور منتشر میشه، فعالین خود مدنی که در خارج کشور هستن به نوعی عادی سازی میکنن و میگن همه کشورها همینطوره، همه کشورها مخالفان خودشون رو میکشن، همه کشورها برای مخالفانی که ساختمون آتیش میزنن احکام سنگین در نظر میگیرن. خمینی هم به تنهایی به نظر من موفق نشد که اعدام‌های گسترده انجام بده در دهه 60. با کمک بخشی از روشنفکران، سکوت روشنفکران، همراهی روشنفکران تونست در واقع اونجوری وحشیانه اعدام بکنه. الان هم جمهوری اسلامی با کمک بازوهای حمایتیش که بخشیش در رسانه‌های خارج کشور هستن، بخشیش در سازمان‌های بین‌المللی خارج کشور هستن، داره سرکوب می‌کنه. به عنوان نمونه وقتی یک نفر به جرم خوردن شراب میاد و اعدام میشه و وکیلش اعلام میکنه، خبری که رسانه خارج کشور منتشر میکنه که خود شما هم منتشر کردید این هست که دو بار در اون خبر تاکید میشه که ایشون علاوه بر شراب مشکل دیگه هم داشته. یا همین خبر محکومان به اعدام رو وقتی منتشر کردید شما همینطور بوده. بحث من شخصی نیست، فقط بی بی سی نیست، بسیاری از حامیان جمهوری اسلامی در خارج کشور همین کارو میکنن که اینا ساختمون آتیش دادن، در حالی که هر سه نفرشون بر اثر فشار، شکنجه روحی و روانی، آنچه که وکلا و خانواده‌ها میگن، در هیچ قتل و دزدی و جنایت و آتیش زدن ساختمون نقش نداشتن. ولی وقتی جمهوری اسلامی میبینه که رسانه‌های خارج کشور و فعالان مدنیش اینقدر راحت عادی سازی میکنن، به راحتی اونها رو اعدام میکنه. ما البته به این موضوع بارها پرداختیم به صورت پشت سر هم، دیشب هم به همین موضوع پرداختیم. این مواردی که گفتید هم بسیار از اونها نقل قول بوده، بالاخره مقام‌های قضایی هم ادعاهایی رو مطرح میکنن. در هر صورت گفته شده که از طریق برادر شما میخواستن به شما دست پیدا بکنند و این یکی از موارد اتهامیه، تا چه حد این درسته؟ من همون زمانی که در مورد دست پیدا کردن به من از طریق خانواده خواهرم و فشار گذاشتن پدرم اومدن سراغم برای اینکه در ترکیه آدم ربایی انجام بدن، اتفاقا به خبرنگاران شما با فایل‌های صوتی و در واقع فشارهایی که خانواده من بودن اونها در جریان قرار دادم. و چیزی که هست اینه که وقتی که فشار روحی از همه طرف بیشتر میشه، حتی من به عنوان کسی که همیشه آدم‌ها رو دعوت می‌کنم به اینکه حرف بزنید، سکوت نکنید، موفق نمیشم به خانواده خودم در داخل ایران بگم که شما بیایید و افشاگری بکنید، بیایید و اعلام بکنید. تنها کسی که افشا کرد برادر من بود. در اینستاگرام خودش رفت زمانی که خواهر منو علی رضوانی آورد نشوند، چون نتونست مادر منو بیاره و ازش اعتراف علیه من بگیره، خواهر منو آورد 20 دقیقه برنامه ساخت. اونجا برادر من توی اینستاگرام ایشون علنی میاد مینویسه، میگه شما حتی خواستید با کمک سپاه مسیر رو ببرید ترکیه، ولی من به مسیح اطلاع دادم و شما موفق نشدید. الان قوه قضاییه داره انتقام افشا کردن آدم ربایی رو از برادر من میگیره، وگرنه برادر من فعال سیاسی نیست. و چیزی که میخوام بگم همینه. ببینید، من آخرین بارم آقای جمال‌الدین موسوی عزیز با خود شما در بی بی سی بودم که از من سوال کردید که شما خودت رو باید مسئول بدونید. اینطوری سوال کردید، نقل قول نکردید، گفتید که شما خودتون چقدر مسئول میدونید، آیا دشواری به شما نیست که الان خانواده شما تو فشارن؟ همین کارو جمهوری اسلامی الان در پرونده برادرم کرده، یعنی کارهایی که من کردم رو انداخته گردن ایشون. و وقتی که فعالان خارج کشور، کسانی که روشنفکر میدونن خودشونو، جامعه مدنی که خارج کشور هستن، میان ما رو متهم میکنن که شما تحریم میپسندین، شما دارید نمیدونن آشوب میکنید، همونا میره توی بازجویی اعضای خانواده ما و به خانواده ما دارن فشار میارن. الان هر کاری که من کردم و نکردم رو دارن به برادر من میگن که چون تو خواهر فلانی هستی، یه چیز ارثیه، انتخاب که نکرده که برادر من باشه، چون تو برادر فلانی هستی باید بیای اعلام براءت بکنی. چرا؟ چون خواهر تو کارهایی کرده که دیگران رو شورونده. بله. یعنی با عملیات آدم‌ها رو از آدم‌ها گرفتن. بس همون حد می‌دونم که بخشی از فعالان میگن که مسیح علی‌نژاد انقلاب به پا کرده، زنان رو گفته بیاین علی حجاب وایسید، پس تو مسئول هستی و الان باید شکنجه بشی و از کودکان خردسال جدا بشی. البته آقای ببخشید خانم علی‌نژاد، آقای علی‌نژاد وقتی که دستگیر شدند برادر شما، ما بارها خبر رو پوشش دادیم در مورد سالها هم ما شخصی نمی‌کنم آقای میکنی، سوال ما رو داشتم، اجازه بدین. من بعد از مدت‌ها اومدم و واقعا برام انتخاب این که بیام بی بی سی سخت بود.
برای اینکه زخمی که الان بخشی از رسانه‌های خارج کشور به مردم ایران میزنن، از جمله بخشی از خبرنگاران، چون بسیاری از خبرنگاران آدم‌های شرافتمندی هستن، ولی وقتی که خود شما در پرونده سازی برای فعالان مدنی میایید همون نقش رو ایفا میکنه، آدم زخمی میشه. من وقتی نگاه میکنم میبینم که الان 3 نفر محکوم به اعدام شدن، برادر من محکوم به 8 سال زندان شده و همون عادی سازی جرم و جنایت داره صورت میگیره از طرف فعالان خارج کشور. تحلیل من اینه که جمهوری اسلامی از همین طریق اعتماد به نفس پیدا میکنه، وگرنه در قرن 21 مگه میشه یه نفر رو به جرم شراب اعدام بکنن بعد توی خبر شما 4 بار بیان بگین که خب نژاد بله. بعضی ها میگن که حمله کردن به رسانه های آزاد هم دقیقا چیزیه که نظام های توتالیتر میخواد. ما وارد این بحث نمیخوایم بشیم. اون تا سال من بود که نکته ای که میخواستم بهش اشاره بکنم اینه که کمپینی را افتاد آقای معلی نژاد. اجازه بدید من سوالمو کامل کنم بعد شما میتونید پاسخ بدید. میگید من حمله کردم، برادر من به شما حمله نکردم، من صدای مردم ایران رو دارم به شما میگم. زندانی وقتی محکوم به اعدامه نمیتونید خواهرش رو بیارید اونجا، برادرش رو بیارید، عزیزش رو بیارید بگید که خب شما مسئول هستید. من اعضای فرشگرد رو بیشترین نقد رو به من میکنن، ولی موهای تنم سیخ شد وقتی شما یک نفر رو میارید میارید اینجا میشونید میگید شما خودتون رو مسئول میدونید. خانم علی نژاد من اونطوری نپرسیدم، همه میتونن برن دوباره نگاه بکنن. در هر صورت بحث ما اینه که الان فشارهای زیادی بر روی فعالان رسانه‌ای هم هست، بر روی فعالان سیاسی هم هست. یکی از کسانی که بر روش فشار زیادی هست شما هستید، از نمونش برادرتون. خواستیم در مورد ایشون از شما و پروندهشون سوال بکنیم و همینطور بپرسیم که آیا بله باید بگم بله. اینا دوری از هم نیستن. ببینید در سال دهه 60 فنه‌ای اعدام کردن. فکر میکنید چرا؟ یعنی خمینی یک آخوند بی سواد میتونست این کارو به تنهایی بکنه؟ نه خیر، بخشی از عوام و توده مردم رو جامعه روشنفکری باید همراه میکردن. این تحلیل منه، اگر منو دعوت کردین به تحلیل من گوش بکنید. بله کاملا شما میتونید تحلیلتون رو بیان بکنید و تحلیلتون رو هم بیان کردید. اگر بر روی بحث متمرکز بمونیم خانم علی نژاد، این هشت بله این بله محکوم به اعدام میکنن، شما میبینید سلبریتی ها از بهنوش بختیاری بگیر تو شهره قمر بگی تو حتی بخشی از خبرنگاران، خود شما در این برهه تلخ و دردناک نرمال سازی میکنن، عادی سازی میکنن جنایت جمهوری اسلامی رو. بحث من اینه که جمهوری اسلامی به تنهایی نمیتونه هرگز. ببینید بازجو وقتی که جلوی اعضای خانواده ما قرار میگیره، زندانیا قرار میگیره، هیچ نیت خیری نداره. خب هر چی میگه باید شک ایجاد کرد. جمهوری اسلامی نیت خیری نداره وقتی که به شما، اعضای خانواده شما، اعضای خانواده من فشار میاره. در چنین شرایطی من میگم در چنین شرایطی یک صورته که این حکومت موفق میشه که در قرن 21 رفتار داعشی داشته باشه و اون هم نرمال سازی، عادی سازی جرم از طرف بازوهای حمایتیش در داخل و خارج کشوره. ممنونم از مسیح علی نژاد. وقتمون متاسفانه تموم شد، یکی دو تا سال دیگه هم داشتم که بهش نرسیدیم، ولی من باز هم باید تکرار بکنم که بی بی سی فارسی رسانه‌ای است که در چارچوب اصول حرفه‌ای عمل میکنه و قصد این رو نداره که علیه یک حکومت یا همراه با یک حکومت باشه، در چهارچوب همین اصول اطلاع رسانی آزاد مطابق با اصول سردبیری خودش عمل میکنه. ممنونم از مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، و امیدوارم که خانم علی نژاد تونسته باشن در این وقت دیدگاه خودشون رو بیان بکنن. و اما هفته گذشته شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج زارا محمدی، یکی از فعالان مدنی کرد، را به 10 سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم موجب اعتراضات وسیعی در شبکه‌های اجتماعی شد. بسیاری آن را ناعادلانه خواندند و خواهان لغوش شدند. خانم محمدی که حالا با قرار وسیق آزاد شده میگوید دلیل محکومیتش تدریس زبان کردی است. مدافعان حقوق بشر میگویند حکومت ایران نگران اعتراضات مردم است و با صدور احکام سنگین زندان و اعدام برای فعالان مذهبی و سیاسی میخواهد مردم را از هر گونه اعتراض بترساند. ژیار گل گزارش میدهد. هرچه فشارهای اقتصادی و نارضایتی بیشتر میشود، قوه قضاییه ایران با مخالفان شدیدتر برخورد میکند. هفته گذشته دادگاه انقلاب اسلامی سنندج یکی از فعالان مدنی را به حبس سنگینی محکوم کرد. زارا محمدی، مدرس زبان کردی، به اتهام تشکیل دسته و جمعیت با هدف برهم زدن امنیت ملی
به اشد مجازات برای این گونه جرائم یعنی 10 سال حبس محکوم شد. زارا محمدی در پیامی در صفحه اینستاگرام خود را بیگناه خواند و خواهان دادگاهی علنی شد. بحث ما حق آموزش به زبان مادری بوده. بحث ما درباره صدها و هزاران مشکل در جامعه بوده، از جمله خودکشی زنان و مردان، بیکاری، مشکلاتی که ادامه زندگی رو برامون غیر ممکن کرده. زارا محمدی کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی است، از بنیانگذاران انجمن مردم نهاد فرهنگی اجتماعی نوژین است، انجمنی که با هدف تدریس زبان مادری 10 سال پیش تأسیس شد. زارا 2 خرداد سال گذشته در سنندج دستگیر شد. 10 نفر از نیروهای امنیتی با لباس شخصی که معلوم نبود از چه نهاد و سازمانی هستند وحشیانه وارد خونه زارا شدند. زارا رو بدون نشان دادن هیچ حکم جنبی زارا رو دستگیر کردند. تلاش کردند که برای زارا پرونده سازی کنند و اون رو تحت شدیدترین فشارها و شکنجه های روحی قرار دادند. در 10 سال گذشته انجمن نوژین صدها کلاس زبان کردی در مناطق مختلف کردستان، به خصوص در مناطق فقیر نشین، در اماکن عمومی و خانه های مردم برگزار کرده است. خالقی نیشتمن پرورم رو دوست نه. این انجمن همچنین نقش مهمی در جمع‌آوری کمک و پخش آن در مناطق زلزله و سیل زده استان های کرمانشاه و لرستان داشته است. ابتدا سازمان اطلاعات سپاه منو بازداشت کرد، بعد تحویل وزارت اطلاعات داده شدم. سوالات بازجوها بیشتر انجمن نوژین بود و اینکه چند عضو داره یا با چه هدفی برای سیل زدگان لرستان کمک جمع کرده. اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت گفته استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در کنار زبان فارسی آزاد است. در چند سال گذشته زمینه آموزش چند واحد درسی کردی و ترکی در چند دانشگاه ایران فراهم شده است. متأسفانه در طول 40 سال گذشته این اصل 15 قانون اساسی که به اندازه کافی هم تصریح دارد اجرا نشده است و اقدامات فعالین مدنی در این مورد و همچنین در سایر موارد دیگری که مورد اقبال مردم قرار می‌گیرند جنبه امنیتی پیدا می‌کنند. علت آن هم این است که در این گونه موارد معمولاً حاکمیت در ایران نگاهی مثبت نسبت به فعالیت جمعی و تشکل‌ها را ندارد. انجمن نوژین از آغاز تأسیس تا امروز روز به روز بزرگتر و فعالیت‌هاش گسترده‌تر شده و اعضای بیشتری از اقشار مختلف جامعه به این انجمن پیوستند. دادگاه انقلاب سنندج انجمن نوژین را تبرئه کرد، اما زارا محمدی مؤسس اصلی این انجمن را به اتهام تشکیل دسته و جمعیت و همچنین وابستگی به گروه‌های مخالف به 10 سال زندان محکوم کرد. زارا محمدی میگوید قاضی دادگاه به ازای هر سال تدریس زبان کردی به او 1 سال حبس داد. حال خانم محمدی با قید وثیقه تا برگزاری دادگاه تجدید نظر آزاد است. اما ماموران وزارت اطلاعات تهدید کردند اگر او سکوت نکند به زندان برگردانده خواهد شد. ژیارگل، BBC. وزیر خارجه ایران امروز در بغداد با مصطفی کاظمی نخست وزیر جدید عراق دیدار کرد. آقای کاظمی قرار است فردا به عربستان سفر کند و پس فردا به تهران. این اولین دیدار مقام‌های بلندپایه ایران و عراق بعد از انتخاب نخست وزیر جدید است که می‌خواهد روابطی متوازن با ایران، عربستان و آمریکا داشته باشد. محمد جواد ظریف امروز از کردستان عراق هم دیدن کرد. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. وزیر خارجه ایران امروز در بیرون فرودگاه بغداد ادای احترام به قاسم سلیمانی و همرزمش ابو مهدی مهندس که اینجا کشته شدند در یک حمله هوایی آمریکا به اتومبیل‌هایشان. ایران از عراق انتظار دارد در مجامع جهانی پیگیر ترور قاسم سلیمانی باشد. سفر محمد جواد ظریف به بغداد 1 روز قبل از سفر نخست وزیر تازه عراق به عربستان روز دوشنبه و به تهران روز سه‌شنبه. سفر من که از قبل
هماهنگ شده بود فرصت بسیار خوبی رو با توجه به سفر جناب آقای نخست وزیر فراهم کرده که قبل از سفر ایشون هماهنگی های لازم برای سفر انجام بشه. اتشرف ان اقدم لك حکم نخست وزیری مصطفی کاظمی که 2.5 ماه پیش کارش را شروع کرد. او که قبلا 4 سال مسئول دستگاه امنیت ملی عراق بود، امروز تلاش دارد روابط خوبی هم با ایران داشته باشد و هم با عربستان. اما معلوم نیست که این مسیر مستقل تا چه حد برای ایران قابل قبول است. تظاهرات خیابانی در بغداد و چند شهر دیگر عراق قبل از نخست وزیری آقای کاظمی نشانی بود از عمق نارضایتی ها در این کشور و از جمله خشم خیلی ها از دخالت های ایران در عراق، به خصوص از طریق گروه های شبه نظامی طرفدار ایران در 8 شهر. اینجا کمی بعد از حمله یکی از این گروه ها به سفارت آمریکا، بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در نزدیکی فرودگاه بغداد. گروه هایی که مثل ایران خواهان بیرون رفتن آمریکا از عراق هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی با همتای عراقیش وزیر خارجه ایران تاکید کرد که کشورش به حاکمیت ملی عراق احترام می‌گذارد و نقش مثبت عراق در منطقه. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق تاکید داشت که عراق به دنبال روابطی متوازن است با همسایگانش. در بیرون محل کنفرانس خبری پلیس با تظاهرکنندگان درگیر شد در نزدیکی وزارت خارجه. سفر آقای ظریف به بغداد مخالفان زیادی دارد، کسانی که معتقدند منشأ بسیاری از مشکلات عراق ایران است و مداخله جویی هایش. و این اولین ملاقات نخست وزیر جدید عراق با مقام‌های ایرانی. در ویدیویی از دفتر نخست وزیری عراق، آقای کاظمی در اولین سفر خارجیش قرار است از عربستان و بعد از ایران دیدن کند و تا 1-2 هفته دیگر از واشنگتن. سفرهایی برای آرام کردن کشور و نفس دادن به اقتصاد بیجان عراق. کسری ناجی، بی بی سی. در روزگار رونق کارزارهای توییتری، افغان‌ها هم با راه اندازی هشتگ به طالبان باج ندهید نگرانی خود را از رویکرد خشونت‌بار طالبان و روند مذاکرات صلح به توییتر کشوندند. شماری از کاربران ایرانی هم به این کمپین ملحق شدند. پیشتر عده زیادی از افغان‌ها به کارزار هشتگ اعدام نکنید در اعتراض به صدور حکم اعدام برای 3 نفر از معترضان آبان 98 ایران پیوسته بودند. توییتر حالا به صحنه‌ای از همدلی شهروندان دو کشور بدل شده. اما فراتر از بحث‌های فرهنگی، عده‌ای می‌گویند یک دلیل همبستگی آنها در این دو کارزار مختلف ناامیدی و سرخوردگی از سیاستمداران است. عزیز حکیمی، سردبیر مجله نبشت از شهر چلتنهام بریتانیا با ماست. مدت هاست که حرف از صلح با طالبان، چطور شده که الان موضوع بالا گرفته و جالب هم این که همزمان شده با کمپین نه به اعدام و در فضای توییتر به شکلی اوج گرفته؟ ببینید، مسئله صلح و گفتگوی آمریکایی‌ها با طالبان از زمان آغازش مبهم بود و به نظر نمی‌رسه که حتی دولت افغانستان امروز هم از جزئیات گفتگوهای آمریکایی‌ها و طالبان به طور کامل آگاه باشه. مردم هم متأثر از همین ابهام، نمی‌دانن که قرار است دقیقاً چی اتفاق بیفته. ولی این روزها کم کم از اظهارات رهبران افغانستان و مقام‌های آمریکایی و همچنین جامعه بین‌المللی روشن شده که این احتمال به طور جدی وجود داره که دستاوردهای دموکراتیک 19 سال گذشته از دست بره و یا به تعبیر معترضان به طالبان باج داده بشه. چیزی که مردم رو به شدت نگران کرده اینه که ممکن است برایند این مذاکرات واقعا بازگشت امارت طالبان و آغاز یک دور دیگر از اختناق و نقض حقوق انسانیشان باشه. در واقعیت هم تا به حال نه طالبان گفتن که حاضرن حداقل بخشی از حقوق شهروندان مردم افغانستان، شهروندی مردم را بپذیرن و نه هم مقامات بین المللی به صراحت گفتن که ارزش‌های دموکراتیک در واقع خط سرخ است. برعکس، حتی مقامات خارجی به خصوص آمریکایی‌ها این روزا به صراحت میگن که اگر بازگشت طالبان به معنای نقض حقوق زنان و دیگر ارزش‌ها باشه، اونا مسئولیت قبول نمی‌کنن. ولی واقعیت این است که
دلیل اصلی قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان در واقع فساد گسترده در ساختار دولت و سیاست‌های غلط رهبران افغان و آمریکایی بوده و مردم می‌پرسند خب چرا ما باید تاوان این اشتباهات از حقوق اساسی خودمون بدیم؟ این هشتگ همزمان شده با اعدام نکنید و شما هم اشاره کردید که به نظر نمیاد مقام‌های آمریکایی چه جو بایدن اگر رئیس جمهور بشه یا رئیس جمهور فعلی آقای ترامپ خیلی در حقیقت در زمینه افغانستان موضع متفاوتی داشته باشن. این کمپین ها بدون حمایت بین المللی چقدر ممکنه که کاری از پیش ببره؟ ببین فکر میکنم که شهروندان افغانستان هم به این مسئله واقف هستن و اتفاقا منبع نگرانی اونا هم همینه که جامعه بین المللی احتمالاً برای حفظ ارزش‌های دموکراتیک کاری نخواهد کرد و حمایتی هم از این نو کمپین ها نخواهد کرد، به خاطر از اینکه تمام تمرکز کشورها و سازمان‌های دخیل در افغانستان این روزها ای است که اهمیت صلح و پایان خشونت‌ها را برجسته بکنند و از دست رفتن ارزش‌های دموکراتیک را یا کم اهمیت جلوه بدن و یا کلاً نادیده بگیرن. یعنی تلاش میکنن به نوعی به مردم اینطور القا بکنن که مردم ناچارن بین پایان یافتن خشونت و حفظ حقوق شهروندی خود یکی را انتخاب بکنن. بنابراین من فکر نمیکنم که شهروندان افغانستان از جامعه بین المللی انتظار حمایت داشته باشند، ولی معتقد هستند که در شرایط فعلی دولت و پارلمان و رهبران سیاسی افغانستان نباید منفعلانه هر تصمیمی را که آمریکایی‌ها با طالبان میگیرن قبول بکنن. مثلا پارلمان افغانستان تا به حال هیچ موضع روشنی در قبال صلح با طالبان یا گفتگوهای آمریکایی‌ها با طالبان در واقع از خودش نشان نداده، در حالی که این گفتگوها روی زندگی تمام شهروندان افغانستان که پارلمان و اعضای پارلمان از اونها نمایندگی میکنن تاثیر خواهد گذاشت. یعنی دولت افغانستان هم عملاً تا حالا نشان نداده که ارزش‌های دموکراتیک را حفظ خواهد کرد و چیزی که شهروندان شاهدش هستند این است که سیاستمدارها فقط شعارهایی مثل و عقب باز نمیگردیم و همسالان اکتفا میکنند. دقیقاً بعضی این تحلیل رو دارند که حفظ شرایط موجود بسیار بهتره برای مثلا دولت افغانستان یا سیاستمدارهایی که شما بهش اشاره کردید تا اینکه این گفتگوها به نتیجه برسه و یک نظام جدید بیاد که به معنای پایان نظام فعلی باشه. مسلماً ببینید گفتگوهای صلح فقط و فقط زمانی به نفع دولت و نیز به نفع مردم خواهد بود که برآیند از او حفظ نظام جمهوری و پارلمان و انتخابات و ارزش‌های دموکراتیک باشه. اگر نتیجه این مذاکرات انحلال دولت مشروع افغانستان و قانون اساسی باشه، مسلماً نه به نفع دولت است، نه به نفع مردم، نه به نفع سیاستمدارها. حفظ شرایط موجود میتونه کمک بکنه که راه حل بهتری پیدا بشه. معلوم است که همه موافق این هستیم، شهروندان موافق این هستند که طالبان به نحوی در قدرت شریک بشن، یک صلح به وجود بیاید و جنگ پایان بیابه، ولی همزمان نمیخوایم که مردم حقوق خود را از دست بدن. و این هم درسته که مردم به رهبران سیاسی خود اعتماد ندارن در افغانستان، ولی به ساختار دولت، به جمهوری، به پارلمان و انتخابات و ارزش‌های دموکراتیک مردم اعتقاد دارند. و در شرایط فعلی اگر رهبران افغانستان بتوانند به یک شکل مؤثر از این حمایت مردم از جمهوریت و پارلمان و دموکراسی بهره ببرند، من فکر میکنم میتونن شرایط موجود را حفظ بکنند و در برابر جامعه بین‌المللی استدلال بکنند که مردم افغانستان خب با مذاکرات و توافقی که نتیجه از او از بین رفتن جمهوریت و ارزش‌های دموکراتیک باشه خب موافق نیستند. به نظر خیلی از شهروندان حتی در شرایط دشوار امروز هم رهبران سیاسی افغانستان میتونن با موضع‌گیری اصولی حمایت مردم جلب بکنن و این میتونه روی مذاکرات تاثیر بگذاره و وزنه را به نفع مردم و جمهوریت سنگین‌تر بکنه. شکره. از یاد نبریم که در نهایت آمریکایی‌ها حتی به لحاظ قوانین بین‌المللی هم حق ندارن وضعیت را بر افغانستان تحمیل بکنن که دولت قانونی افغانستان و شهروندانش باهاش موافق نیستن. سپاسگزارم از عزیز حکیمی، سردبیر مجله نوشت از چلتنهام بریتانیا با ما.
چین بریتانیا را متهم کرده که در سیاست خارجی به ساز آمریکا می‌رقصد. سفیر چین در لندن در گفتگو با بی بی سی به تصمیم بریتانیا برای ممنوع کردن استفاده از تجهیزات شرکت هواوی برای ساخت نسل بعدی شبکه‌های تلفن همراه معروف به 5G اشاره کرده و آن را روزی سیاه توصیف کرده. تحریم هواوی از طرف دولت ترامپ به جنگ تجاری بین آمریکا و چین دامن زده. بهرنگ تاجدین گزارش می‌دهد. اینها قرار است ابزار رسیدن به آینده‌ای روشن‌تر باشد. تجهیزات نسل پنجم شبکه‌های تلفن همراه موسوم به 5G که می‌توانند سرعت اینترنت موبایل را به بالای 1 گیگابیت بر ثانیه برسانند. شرکت چینی هواوی یکی از 3 شرکتی در دنیاست که این فناوری را در اختیار دارد. تصمیم اخیر بریتانیا برای ممنوع کردن استفاده از محصولات این شرکت در شبکه تلفن همراه این کشور خشم چین را برانگیخته. این تصمیم خیلی بدیه. وقتی اعلام شد من گفتم که این روز سیاهی برای هواوی، روز سیاهی برای روابط چین و بریتانیا و روز سیاه‌تری برای بریتانیاست. بعضی کشورهای غربی مخصوصاً آمریکا نگرانند که استفاده از تجهیزات هواوی امکان جاسوسی و شنود ارتباطات را برای چین فراهم کند. دستگاه امنیت ارتباطات بریتانیا موسوم به GCHQ قبلا گفته بود این خطری قابل مدیریت است. ولی تصمیم آمریکا برای تحریم هواوی و منع استفاده این شرکت از فناوری تراشه‌های الکترونیکی آمریکایی منجر شد بریتانیا هم استفاده از محصولات هواوی در شبکه‌های نسل پنجم را ممنوع کند و به اپراتورهای موبایل دستور بدهد این تجهیزات را از شبکه‌های فعلی هم حذف کنند، کاری که بیش از 2 میلیارد دلار خرج روی دست اپراتورها می‌گذارد. رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه گفت کشورهای مختلف هشدارهای شخص او را جدی گرفتند. ما با تجهیزات و شرکت‌های مخابراتی غیر قابل اعتماد چینی برخورد کردیم. ما خیلی کشورها رو قانع کردیم و بیشترش کار خود من بود که از هواوی استفاده نکنن، چون فکر می‌کنیم ناامنه و خطر امنیتی داره. من خیلی کشورها رو راضی کردم که ازشون استفاده نکنن. اگه بخوان با ما کار کنن نباید از اینا استفاده کنن. هواوی در یک دهه اخیر رشد فوق‌العاده‌ای را تجربه کرده و حالا یکی از غول‌های صنایع الکترونیکی دنیا هم در زمینه محصولات مصرفی و هم تجهیزات زیرساخت به شمار می‌رود. ولی از یک سال پیش که آمریکا این شرکت را در لیست تحریم‌ها قرار داد، هواوی به قربانی اصلی جنگ تجاری چین و آمریکا تبدیل شد. نبردی که باعث شد هواوی دیگر اجازه نداشته باشد سرویس‌های گوگل را روی گوشی‌های اندرویدش عرضه کند. چین میگوید تصمیم بریتانیا نشانه دنبال روی از آمریکاست. معتقدم بریتانیا باید به جای رقصیدن به ساز آمریکایی‌ها مثل قضیه هواوی سیاست خارجی مستقل خودش را داشته باشه. لبخندهای سالهای پیش دونالد ترامپ و شی جین پینگ این روزها جایش را به جنگی تجاری داده. مبارزه‌ای که دست کم آمریکا نشان داده حاضر است از همه ابزارهایش برای یارگیری در آن استفاده کند. جنجال هواوی نشان می‌دهد این نبرد برای کشورهای دیگر هم هزینه دارد. بهرنگ تاجدین، BBC. در برنامه اشاره شد که وزیر خارجه ایران در بغداد با مصطفی کاظمی نخست وزیر جدید عراق دیدار کرده. آقای کاظمی هم قراره که فردا به عربستان سفر بکنه. علی احمد مدیر مؤسسه امور خلیج از واشنگتن دی سی با ما هستند که مؤسسه ایشون در زمینه خاورمیانه خصوصا حاشیه خلیج فارس تحقیق میکنه. آقای احمد، آقای کاظمی اول به عربستان سعودی سفر میکنه بعد به ایران، قبلا در دورهای گذشته خیلی اینطور نبود. آیا این چرخشی است در سیاست خارجی عراق؟ بله قطعا یک تغییر هست. آقای کاظمی به این مقام ارتقا پیدا کرد بیش از همه به دلیل میل ایالات متحده آمریکا. او یک گزینه مورد نظر ایران نبود. برای همین در واقع او باید به حامیان خودش ادای دین می‌کرد، از جمله به آمریکا و به عربستان. در مورد ایشون گفته میشه که خب عضو نیروهای امنیتی عراق بوده، رابطه خوبی هم با کشورهای متعدد از جمله ایران و عربستان داره. آیا در جایگاه یک میانجی هست؟
من فکر کنم بحث میانجی در حال حاضر مقداری مورد اغراق قرار گرفته. آقای کاظمی در حال حاضر نمیتونه میانجیگری کنه بین ایران و عربستان. من که ایران و عربستان خودشون مستقیما میتونن با هم حرف بزنن، اما او به هر حال سعی میکنه که رابطه خودش رو بین دو کشور بالانس بکنه و به تعادل برسونه، برای اینکه هر دو کشور ایران و عربستان میتونن او رو در رهبری عراق یا کمک بکنن یا قدرتش رو به ضرر بزنن. برای همین الان هم تلاش دادن، او یک میدون مانوری هستش به آقای کاظمی که قبلا نداشتن، از جمله اینکه جلب کمک عربستان. مثلا در حال حاضر عربستان نمیتونه چندان کمکی به ایران بکنه به لحاظ مثلا تأمین برق یا مقابله با کرونا. برای همین من فکر کنم بیشتر در نهایت یک سفر خیلی نمادین خواهد بود و چیز ملموسی ازش در نمیاد. چقدر فضای خاورمیانه خصوصا روابط ایران و عربستان و عراق تحت تأثیر انتخابات آمریکاست؟ بسیار تحت تأثیر انتخابات آمریکا هست، مخصوصا با وجود این دولت که نتونسته تا الان نقطه ثقل خودشو در سیاست گذاری پیدا بکنه. سیاستی که تا الان پومپئو داره واقعا برمیگرده به دهه 60 میلادی، سیاست فشار و ارعاب و وادار کردن کشورها به انجام کارها، سیاستی که پایدار نیست و شاید تمام این سیاست و تمام این بساط تا آخر امسال بیشتر دوام نیاره وقتی ترامپ انتخابات رو ببازه. برای همین این هم نمونه هستش که چقدر سیاست آمریکا از آمادگی لازم در ارتباط با عراق و عربستان برخوردار نبوده. برای همین من فکر نمی‌کنم این سفر هم زیاد برای کسی ملموس خواهد بود یا ثمره‌ای برای کسی خواهد داشت. و خیلی خیلی کوتاه، وقتمون خیلی کمه، بالاخره آقای کاظمی باید بره به تهران. در تهران چه استقبالی از او خواهد شد؟ من فکر میکنم ایرانی ها هم برای او فرش قرمز رو پهن خواهند کرد، سعی خواهند کرد که او رو به دست بیارن، نظرش رو جلب بکنن، تحت تاثیرش قرار بدن. و من فکر میکنم که او در ایران هم خواهد فهمید که یک فرقی وجود داره بین سیاست گذاری ایران در عراق و سیاست گذاری عربستان در عراق. ایران همین الان دوستان زیادی در عراق داره، سرمایه‌گذاری‌های زیادی در عراق داره، سرمایه‌گذاری اقتصادی زیادی در عراق داره. ایران کشوری هستش که داره به عراق برق میده، حتی اکسیژن میده به عراق. برای همین در حال حاضر ایران بعد از آمریکا بیشترین نفوذ رو در عراق داره. برای همین عربستان یک بازیگر جدید خواهد بود، البته نه یک بازیگر خیلی محبوب در عراق، مخصوصا بین اکثریت شیعه عراق، به خاطر اینکه عربستان قبلا از القاعده و داعش حمایت کرد. دست کم این نگاهی هستش که مردم عراق نسبت به عربستان دارن که عربستان مسئول بسیاری از مرگ و میرهایی هست که در عراق اتفاق میفته. برای همین من فکر نمی کنم که خیلی آسون خواهد بود برای کاظمی که بتونه نسبت به نقش ایران بی تفاوت باشه. ممنونم از علی احمد، مدیر مؤسسه امور خلیج در واشنگتن دی سی، مؤسسه‌ای که در زمینه خاورمیانه خصوصا حاشیه خلیج فارس تحقیق میکنه. مردم سوریه برای انتخاب نمایندگان مجلس قانونگذاری پای صندوق‌های رأی رفتند. این انتخابات قرار بود 3 ماه پیش برگزار بشه، اما شیوع ویروس کرونا برگزاری اون رو دوباره به تأخیر انداخت. بعد از آغاز جنگ در سوریه این سومین باری است که انتخابات مجلس در این کشور برگزار می‌شود. 13 میلیون آواره سوری که در خارج کشور هستند نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند. مخالفان دولت سوریه خواهان تحریم آن شدند. مهرداد فرهمند از تفاوت‌های این دوره انتخابات با دوره‌های قبلی گزارش می‌دهد. نتیجه انتخابات مانند همیشه پیشا پیش آشکار است. حزب حاکم بعث برنده است. تفاوت در این است که این بار نسبت به 4 سال پیش انتخابات در گستره بزرگتری از سوریه برگزار می شود. تنها در نیمی از استان ادلب انتخابات برگزار نمی شود که در دست نیروهای تحت الحمایه ترکیه است و مناطق شمال شرقی که در دست کردها است. البته رانده شدگان از این مناطق به داخل سوریه می توانند نماینده خود را انتخاب کنند. مجلس قانونگذاری سوریه 250 کرسی دارد. نیمی
از آن نمایندگان کارگران و دهقانان و نیمی از آن دیگر شهروندان. حزب حاکم بعث برای اینکه خود را تکثرگرا نشان دهد اعلام کرد که نامزدهای غیر بعثی را هم در فهرست خود می‌گذارد، اما روند انتخابات نامزدها درون این حزب فهرست‌ها را عملاً خیلی تکثرگرا نکرد، چون در حزب یک بار دو برابر تعداد نامزدها را به رأی همه اعضا می‌گذارند تا نیمشان را انتخاب کنند. اعضا هم طبیعتاً به هم حزبی‌ها رأی می‌دهند. در نتیجه فهرست‌ها همچنان بعثی می‌شود. نه حزب دیگر قانونی در سوریه فهرستی مشترک به نام جبهه پیشروی میهنی دادند. اما از این احزاب جز حزب ملی‌گرای سوری که پیشینه تاریخی دارد، بقیه وزن چندانی ندارند. عملاً محافل کوچک سیاسی با پایگاه اجتماعی نامعلومند. تفاوت دیگر این انتخابات با دوره پیشین در کارزارهای تبلیغاتی است که همان رونق محدود گذشته را هم نداشت. مقصر اصلی کرونا نبود، چون با وجود هشدار وزارت بهداشت سخنرانی‌های نامزدها بی‌اعتنا به حفظ فاصله و دهان بستن و پرهیز از گردهمایی در مکان‌های بسته برگزار شد. مقصر اصلی وضع وخیم اقتصادی بود. بهای دلار ظرف 9 سال 50 برابر شده. بخش زیادی از سقوط ارزش پول ملی در همین ماه‌های اخیر و شدت گرفتن بی سابقه تحریم بین‌المللی سوریه بوده. نامزدها این بار دیگر پولی صرف شام و نهار و بریز و بپاش نکردند. البته تحریم کشور بعضی از همین نامزدها را بسیار پولدارتر از گذشته کرده. طبقه کاسبان تحریم در سوریه هم شکل گرفته که از سوی به نظام وصلند و از سوی دیگر دستشان در بازارهای خارجی و زدوبندها و دور زدن تحریم باز است. خیلی از اینها امروز منتظرند نامشان پیروزمندانه از صندوقها بیرون بیاید. مرتضی فرهمند، بی بی سی. بسیاری در کودکی آرزو میکنن که وقتی بزرگ شدن خلبان شوند، اما اکثر اونها به آرزوی خودشون نمیرسن یا حتی به دنبال تحقق این رویا هم نمیروند. علی نوری یک پناهجوی افغان است که حالا در آلمان دارد به آرزویش میرسد و مجوز پرواز میگیرد. بامداد اسماعیلی با او دیدار کرده. بر فراز آسمانهای آلمان، جایی که علی نوری احساس خوبی میکند. یه احساس آزادی به من دست میده. یه احساس خیلی خوبیه و آدم فکر میکنه که دقیقاً مثل یه پرنده داره پرواز میکنه تو هوا و نهایت لذت میشه ازش برد. و اینکه خب به هر حال من از بچگی این عادت داشتم، همیشه میخواستم بالاتر و بالاتر برم و به سمت خدا خب نزدیکتر بشم و باهاش یه ارتباطی برقرار کنم. به خاطرم یه حس خیلی قشنگی رو بهم میده. علی نوری 19 ساله است و 5 سال پیش تنهایی با یک دوست همسن خود به سمت اروپا گریخت. گفته بودن که خیلی سخت خواهد بود برای خصوصا وقتی آدم تو سن 14-15 سالگی بخواد این طرف بیاد و ساده نخواهد بود به نظر من. و اونا هم این حرفا رو به من زده بودن، اما خب من به اون هدفی که میخواستم برسم دیگه به هر حال حد سختی بود و من ریسکش رو قبول کردم و باش تصمیم گرفتم که بیام این طرف. علی متولد وردک در افغانستان و بزرگ شده ایران است. اون نزدیک به 4 هفته در راه بود تا زمینی با عبور از کشورهای ترکیه، یونان، راه بالکان و اتریش به آلمان برسد. چی شد که رفتی سراغ خلبانی اینجا در آلمان؟ اون موقع که اول رسیده بودیم اینجا با معلم زبان آلمانیمون صحبت کردیم. از همون پرسید که میخواین چی کارشید. منم همونجا گفتم من میخوام خلبان بشم توی آینده. بعد یه مدتی بود ما پیشش بودیم، آلمانی یاد گرفتیم و بعد از اون مدتی که ما پیشش بودیم برای ما یه جایزه ای داد که 15 دقیقه پرواز مجانی بود، فرودگاهش هم بغل خونمون بود. بعد دیگه اونجا شروع کردیم سمت پرواز. معلم زبانمون خودش خلبان بود و اینکه به اونا خب تعریف کرده بود که من به هر حال میخوام توی آینده خلبان بشم. و اونجایی هم که تو کاکپیت نشسته بودم با خلبان اونجا، خب اوایل انگلیسی بلد بودم، اون
صحبت‌های برها خلبانی رو باشن انجام دادم و دیدن که من علاقه دارم به این شغل. به هر حال با خودشون صحبت کردم، خب من آلمانی نمی‌فهمیدم، بعد یه موقع این کارمند ما اومد سمت من گفتش که ما اینجا صحبت کردیم، تو میتونی اینجا پرواز انجام بدی و هزینه‌اش اینا برات پرداخت می‌کنن. علی به پرواز خیلی علاقه داشت. ما هم او را داخل هواپیما نشاندیم و متوجه شدیم که خیلی سریع یاد میگیره و ما میتوانیم او را تعلیم بدهیم. خیلی سریعتر از بقیه یاد میگرفت. دیگران به زمان بیشتر نیاز داشتند که تمام جزئیات پرواز را یاد بگیرند. از آن به بعد علی نوری به طور جدی شروع به آموزش خلبانی و پرواز هواپیماهای بدون موتور کرد. او فعلا امتحان کتبی را با موفقیت به ثمر رسانده است و منتظر امتحان عملی است. این امتحان اما فعلا به خاطر شیوع ویروس کرونا امکان پذیر نیست. با این حال او باید هر هفته پرواز و تمرین کند. خب برای من اصلا غیر قابل باور بود. هنوزم باورم نمیشه وقتی بهش فکر میکنم که خلبانی هواپیمای کوچیک رو انجام میدم. اما خب به هر حال خیلی خوشحالم که همچین شانسی رو به من دادن و منم از این شانسی که بهم دادن نهایت استفاده کردم. این هواپیماهای بدون موتور چجوری کار میکنن؟ این هواپیما خب همونطور خودتون گفتید موتور ندارن، اما با انرژی خورشید و گرمای زمین پرواز میکنن. یعنی این معنی رو میده به ما که حتما به هوای گرم و خورشیدی لازم داریم و با یه انرژی ترمیک میگن به زبان آلمانی و باید اونجا تلاش کنیم و این هوای گرم رو پیدا کنیم. بعد چقدر میمونه رو هوا؟ دیگه بستگی به هوا داره. معمولاً بالای 400-500 کیلومتر هم میشه با این هواپیما رفت، اما خب زمان پروازش بیشتر طول میکشه. ما برای تیک آف و پرواز دو تا تناب داریم اینجا که هر کدوم وصل میشه به زیر این هواپیما، توسط اون تناب باید کشیده میشه سمت بالا. علی، مهاجرت به آلمان سخت‌تر بود یا یاد گرفتن پرواز؟ سوال جالبیه، اما خب مسلماً مهاجرت به آلمان سخت‌تر بود از لحاظ بدنی، اما از لحاظ فکری و ذهنی برای من فکر می‌کنم پرواز سخت‌تر بود. اولین آرزوی علی نوری یادگیری پرواز بود که برآورده شد. دو سال بعد از زندگی در آلمان، خواهر و مادر او هم به این کشور آمدند و با او زندگی می‌کنند. حالا بزرگترین آرزوی این جوان 19 ساله افغان گرفتن مجوز پرواز هواپیماهای مسافربری و همچنان دیدن پدرش است که در ایران زندگی می‌کند. بامداد اسماعیلی، لینگن، آلمان. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو میتونید روی سایت ما ببینید و همینطور روی کانال یوتیوب ما. ممنون که برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.